رجا محمود آباد امیر محمد خان از چهره‌های سرشناس شیعه در هندوستان درگذشت. او در ادبیات عرب، ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی تسلط بالایی داشت. وی از برجسته‌ترین مرثیه خانان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در هندوستان به شمار می‌رفت. مرحوم رجا از شیعیان ثروتمند هندی تبار بود که املاک وقفی زیادی از موقوفات امام حسین علیه السلام در کشورهای هند، پاکستان، عراق و ایران زیر نظر ایشان اداره می‌شد. شایان ذکر است محمد امیر خان طی سالهای 1985 تا 1989 میلادی عضو مجلس نمایندگان محمود آباد هند بود. او که مدت زیادی با بیماری دست و پنجه نرمی کرد، شب گذشته سه‌شنبه 11 مهر ماه 1402 شمسی دار فانی را وداع گفت. صاحب الجشعمی مسئول مرکز حقوقی و قانونی مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام فعالیت‌های حقوقی این مرکز در مرداد ماه سال جاری را اعلام کرد. الجشعمی ضمن اظهار این مطلب که اربعین حسینی مانعی برای ارائه خدمات این مرکز به نیازمندان نبوده است، بخشی از فعالیت‌های ماه مرداد را بدین شهر اعلام نمود. حل و فصل ده‌ها پرونده حقوقی از سوی مؤسسات و سازمان‌های همکار با مرکز که عبارتند از اداره بهزیستی بانوان، مؤسسه الحسن المجتبی علیه السلام و مؤسسه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و ارائه تعدادی مشاوره حقوقی به ذینفعان خانواده‌های ایتام و نیازمندان بود. شایان ذکر است مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام وابسته به دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی شیرازی است که ماهانه به صدها بیوه، یتیم و خانواده فقیر خدمات حقوقی ارائه می کند. دیدبان حقوق شیعیان با ارسال پیامی از امیر دولت کویت خواست تا با کسانی که به نزاع و نفرت در میان اعضای جامعه کویت دامن می‌زنند برخورد جدی داشته باشد. این سازمان در ادامه اظهار داشت: جناب عالی شاهد اظهارات وقیحانه شیخ عثمان الخمیس علیه یکی از اجزای اصلی کشور کویت و جهان اسلام بودید که به دروغ و تهمت ادعا می‌کرد پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام کافرند، لذا از شما خواستاریم با کسانی که در میان اعضای جامعه شریف کویت به نزاع و نفرت دامن می‌زنند برخورد شایسته داشته باشید. این سازمان در پایان پیام خود را با دعا به درگاه خدای متعال خاتمه داد و از درگاه الهی پیش رفت، امنیت و رفاه بیشتر مردم کویت را خواهان شد. سازمان مسلمان آزاد وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی از کشورهای اسلامی خواست تا اصول نفی خشونت و افرادگرایی را در برنامه‌های درسی مدارس گنجانده و نسلی ایجاد کنند که حامل پیام‌های صلح، عشق و سازش به سراسر جهان باشند. این سازمان در پیامی به وزارت خانه‌های آموزش و پرورش کشورهای اسلامی و عربی اظهار داشت: این مطالب والا و ارزشمند باید در برنامه‌های آموزشی منطبق با آموزه‌های واقعی اسلام گنجانده شود. این سازمان در ادامه تاکید کرد که تثبیت اصول بخشش، بردباری و شفقت از طریق برنامه‌های درسی مدارس روش ایده‌آلی برای ایجاد جوامعی عاری از بلایا، بحران‌ها و نزاع‌های اجتماعی است. کامل امین سخنگوی وزارت دادگستری عراق روز سه‌شنبه گفت در موضوع فرزندان متولد شده از خانواده‌های اعضای سنی‌های تندروی داعش بیش از 1000 کودک به کشورهای خود منتقل شدند و در حال حاضر 76 کودک در انتظار پذیرش از سوی کشورهای خود هستند. امین ادامه داد: وزارت دادگستری و دولت عراق تمامی الزامات را برای حفظ کرامت، اجرای اصول حقوق بشر و تأمین غذای این کودکان و نیز اجازه برقراری ارتباط و تماس با خانواده‌های آنان در خارج از عراق را فراهم کردند. وی ابراز امیدواری کرد که این پرونده به پایان برسد و گفت که وزارت دادگستری عراق آمادگی کامل برای همکاری در خصوص درخواست نمونه دی ان ای و مدارک این کودکان برای تایید ملیت آنها را دارد.
خبرگزاری سازمان اطلاعات عراق در بیانیه که نسخه از آن به خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است اعلام کرد، گروه های سازمان اطلاعاتی ویژه مبارزه با تروریست در نینوا توانستند بر اساس معلومات دقیق اطلاعاتی 5 تروریست تحت تعقیب را سرنگون کنند. در پایان آژانس اطلاعاتی از شهروندان خواسته است تا همه افراد قانون شکن در سراسر عراق را از طریق تماس با خط تلفن رایگان 144 گزارش کنند. به گزارش العربی الجدید، وزیر کشور پاکستان طی کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست کمیته عالی برنامه اقدام ملی که در اسلام آباد برگزار شد و فرماندهان نظامی نیز در آن شرکت داشتند، اظهار داشت دولت پاکستان از پناهجویان افغانستانی که به شکل غیر قانونی در کشور زندگی می کنند خواسته است پیش از اول نوامبر آینده، یعنی قبل از شروع عملیات گسترده دولت علیه آنها، پاکستان را ترک کنند. وزیر کشور پاکستان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون این کشور شاهد 24 عملیات انتحاری بوده که عاملان 14 عملیات انتحاری آن افغانستانی بودند، تصریح کرد نهادهای پاکستانی اطلاعات را در اختیار دولت طالبان قرار دادند. اولویت ما پاکستان و مردم پاکستان است و ما بر سر امنیت کشور چانه زنی نخواهیم کرد. شایان ذکر است پاکستان افغانستانی ها را به مشارکت در خشونت هایی که این کشور شاهد آن است متهم می کند. همچنین طالبان افغانستان را متهم می کند که به طالبان پاکستانی اجازه فعالیت در خاک افغانستان و طرح حملات به اسلام آباد را می دهد. پاکستان تهدید کرده در صورت که اقدامات کارساز نشود در خاک افغانستان مداخله نظامی می کند. رسانه های عراق دیروز شنبه خبر دادند که فرماندهی نیروهای مرزی احداث دیوار بتونی پیش‌ساخته به طول 11600 کیلومتر در مرز عراق و سوریه در شمال و جنوب رود فرات را آغاز کرده است. خبرگزاری عراقی الفرات نیوز با انتشار عکس‌هایی از احداث این دیوار بتونی نوشت که احداث این دیوار بتونی در منطقه القائم واقع در شمال و جنوب رود فرات آغاز شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفته بود که به منظور جلوگیری از نفوذ تروریست‌های داعشی به این کشور، دیوار امنیتی به طول 650 کیلومتر در مرز عراق با سوریه احداث می‌کند.